در اولین روز انتخابات نمایندگان مجلس ملی افغانستان که شنبه گذشته با 3 سال تأخیر برگزار شد، با وجود حملاتی که منجر به کشته شدن 36 نفر و از زخمی شدن تعداد زیادی در طی 193 حادثه شد، چیز حدود 4 میلیون نفر رأی دادند. در میان 5074 دفتر رایدی گفته شده است که در روز شنبه 253 دفتر نتوانستند باز شوند و تصمیم گرفته شد که روز بعد یعنی یک شنبه باز شوند. ولی علاوه بر این 253 دفتر 150 دفتر رایدی دیگر هم شنبه و هم یک شنبه بسته بودند. ما یکی از کسایی هستم که در انتخابات 97 بسیار خوشبین هستم، به خاطری که کسانی کاندید کردن که همه دارای تحصیلات عالی، اما دارای ایده های بسیار خوب، اما دارای افکار نو و تمام پالیسی ها و طرز العمل های خود دارند. تصمیم به دست مردم ماست. مردم ما اگر واقعا خودشان بخواهند که با یک رأی خود تصمیم بگیرند، کشور ما ساخته می شود. ما به خاطر از این استکار زدیم که چون می خواهیم در پروسه انتخابات یک سهم بگیریم، مثلا یک شخصی واقعا که لیاقت، توانایی و تخصصی کار را داشته باشد و او شخص را بتونیم انتخاب کنیم و در پارلمان بفرستیم، چون پارلمان یک بسیار مرجع بزرگ قانونگذاری در افغانستان است. بالکل موږ غواړو چې انتخابات پر وخت وسی. دا دولت مسئول دی. دولت باید چې د امنیت بخش کې باید کوشش وکړي، امنیتي مشکلات باید چې رفع کړي او خلکو ته دا زمینه مساعده کړي چې انتخابات خپل پر وخت باندې ترسره شي. با وجود خوشبینی ها این انتخابات مشکلاتی هم همراه داشت. عمدترین مشکلات این انتخابات علاوه بر بی‌امنیتی و بی‌اعتمادی، حاضر نبودن مسئولین رأی‌گیری و فهرست انتخاباتی، مشکلات ناشی از دستگاه بیومتریک که در آخرین لحظه تصمیم استفاده از آن گرفته شد و همچنان فقدان کارمندانی بود که طرز عمل این دستگاه را بلد باشند. در قندهار به دلیل حملات طالبان و به خصوص کشته شدن جنرال رازق انتخابات یک هفته عقب افتاد و در غزنی هم به دلیل بی امنیتی انتخابات برگزار نشد و بدون اینکه تاریخ برگزاری آن مشخص شود به عقب افتاد. انتشار نتایج اولیه به تاریخ 10 ماه نوامبر پیش بینی شده است. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان گفته است که تا این 2 روز هزاران گزارش از مشکلات دریافت کرده است. بیلان این انتخابات منفی به نظر می آید. تا این انتخابات که یک نوع آزمایش قبل از انتخابات ریاست جمهوری در ماه آوریل سال آینده بود، اعتماد به گفته ناظران به صراحت تضعیف یافته است. در این انتخابات بیش از 2500 نامزد برای 249 کرسی مجلس نمایندگان کاندید شدند. اگرچه اکثر کاندیداها سیاستمداران جا افتاده، فرزندان جنگسالاران، تاجران و دیگر زورمندان بودند، ولی حضور چشمگیر تعداد از اعضای جامعه مدنی به این انتخابات گرمی خاصی داده بود. در میان کاندیداها کسانی هم حضور داشتند که قبلا در مطبوعات و یا هم در ساحه مبارزات مدنی اعتماد مردم را به خود جلب کرده بودند.